سلام امیدوارم که خوب باشید ما را هم چه کوکتل تی خیلی خوش با یک حواشی دیگه خیلی داغ و جذاب همین بامداد دوم دی 1402 دو بود که سری اتفاق افتاد و همین الان میخوایم با هم بررسی کنیم بدیم بالا و اونم جنجالی که توش بود فحاشی هیچ کس بود به مهدیار و فدایی و همچنین جواب سریوسیل سهراب ام جی و داستانهای دیگه اما قبل از هر ماشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگر حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم این رب هواشی رو داشته باشیم من اعتقادم اینه که ما تو این برنامه به امید خدا بتونیم از علاقمندان به موسیقی حتی تو شاخه رپ استفاده کنیم کسانی هستن توی کشور ما که علاقه مندیشون مثل من فقط به موسیقی سنتی نیست به موسیقی مدرن هم یه توجهی دارن از اینا هم خواهش میکنیم که حتما در این مسابقه شرکت کنن ویدیویی که دیدید مربوط بود به یه استعدادیابی که تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و اسم رپ و موسیقی مدرن رو آوردن همونا که تا دیروز میگفتن رپ چیه بگو رپ و اون آدزایی که ما بهتون میگفتیم دارن دونه دونه میبینید که اتفاق میفتن و الان دعوت رپ جذاب خوبه واسه رپ ولی یه چیزی مثل اینکه داره تغییر میکنه و دعوت کردن اونم از حالا اتفاقاتی که تو رپ هاوشی قبلا صحبت کردیم که همین دو ساعت پیش اومده بود اگه ندیدید میتونید برید ببینید در هر صورت امیدواریم که به نفع رپ فارسی باشه خبر دیگه که داریم میخوایم راجعش صحبت بکنیم اینه که بعضی از نزدیکان امیر تتلو دارن میگن علاوه بر اینکه تو بند 209 هستش و بعضی از فناش که رفتن کربلا دعا کنن که آزاد بشه که انقدر هزینه نکنید قول میدم آزاد میشه ولی در هر صورت چه هوادارای باحالی باحال و با ایمان و به فکر این خیلی عجیبه یکی از تعصبی ترین رو داره امیر تتلو اما نکتهش این بود که میگن توی 23 قرار یک مصاحبه از امیر تتلو پخش بشه که اعتراف هاش هست که منطقی هم هست همین رو با وید خزایی و بقیه هم میلاد هم اینا هم فکر میکنم انجام دادن و ما باید اینو ببینیم اما میرسیم به نکته ای که ما لایو بودیم باید شد ما لایو کنسل بکنیم و بیایم راجبش صحبت بکنیم اونم توییت جدیدیه که داشته سروش هیچ کس البته توییت که چرس کنم ریپلای کرده بود باسه یک شخصی که اومده بود نوشته بود فکر کنم شایعات اخیر توی اینستا رو دیده باشی راجع به عکس بانو پرانتز آزاده و فیلم توی ماشین لطفا سروش جان به این شایعات مبنی بر صحبتها پایان بده لطفا دو تا عکسی که گذاشته و فیلمی که گذاشته اول اصلا همه یه فیلمیه که توی چند وقت اخیر وایرال شده بود و اونم به هر حال داره آزاده همسر سوریش هیچ نشون میده که از یک ماشینی داره پیاده میشه که مجاهدین به نظر میاد توش هستن و یه عکس دیگه که خانم آزاده با چند نفر از مجاهدین گرفته که دارید میبینید به هر حال تو این عکسه که این بغل هست اما سوریش هیچ چه جوابی داد یه جواب به شدت طوفانی داد نوش بابا تو مجاهدین آیدین ما رو نمیتونم این کلمه تو اینجوری بگم این تو مجاهدین و هر کی بگه ما مجاهدیم که خب تو هفته های گذشته منیجر به هر حال سهراب امجه جزو کسایی بود که اینو دوباره بازارش رو داغ کرد و بعد گفت ایرتون مهدیار و فدایی و 1500 که حالا 1500 یه درگیری های داشت هایی داشت داستانهایی بود مهدیار و فدایی هم که خیلی وقت راجع بهشون صحبت کردیم و میدونیم و نوشته همه شاید بیه همه چیز پوفیوزی که با جمهوری اسلامی همکاری کردن پوفیوزی ها بعد میذاش حالا پوفیوزی که با جمهوری اسلامی همکاری کردن که ما رو خراب کنن حالا اینجا که گفت همه کشایی که به حال وصلن جمهوری اسلامی اونا من فکر می‌کنم حالا برعکس زد بازی اونا رو داره میگه داستانه که داشتن به حال اینا میگفتن وصل ما نمیخوام بگیم پس اون حتما صد بسن نه نسبت به اتفاقاتی که بوده افتاده به نظر میاد اینا داره میگه و جدا کرده چون فکر می‌کنم میتونه این داستان بشه که مهدیار فدایی هم بستن که عمرن اگه اینجوری باشه همچین چیزی دیگه آلبومشون بعد درگیریشون بود یعنی حالا قبل از دیس فدایی بود ولی بعد درگیریه و جدا شدنه بود که دیدیم چه ترکای توش بود خلاصه توضیح داده شده قبلا آزاده رفته بود دو تا از اینا رو نجات بده این واقعا با عقل من جور در نمیاد چرا باید خانوم آزاده اکبری اونجا بره بیاد که اینا رو نجات بده شما داره اینو تو توییتر اعلام میکنی اونها که مجاهدین باشن میخوان جذب بکنن و میدونن که شما داری میری اونجا اینا رو نجات بدی و به شما اجازه ورود میدن و این برای من اقلانی نیست حداقل اما بعد از اون سهراب ام که اکانتش داخل اصلی تو تلگرام بود نمیش اگه اینجوریه که منم رفته بودم چند تا سپاهی رو نجات بدم خب اینجا یه بازی عجیبی شد گوش کنیم ویس ام جی او بیای آقا کلا حرف آخر من اینه که یکی که رپره بعد بشینه رپش رو بخونه آیم بخونه آلبوم بده یا نده کنسرت بذاره اینه داستانه میشینی صبح تا شب توییت میزنی چرت و پرت تو فاز سیاسی آخرش همین میشه منم هم دو تا کار کردم یه دونه رفتم راهی های نور واسه این که ببینم کجا جنگیدن بچه ها. واسه ایران یک کم برکت زدم جفتش افتخار میکنم هیچ پشیمونی هم نره ریگی هم به کفش هم نیستش هرکی به ثابت کنم یک قرون واسه حرف مکارم گرفتم من همه کنار میگم میام ویدیوهای بخوری میزنم ولی کلا اینا رپرها رو با بعد فاز رپشون رو بگیرن انقدر وارد سیاست نشین بعدم هم تو گروه چهار نفره خودتون نتونستی جام کنی چه جوری میخوای مملکت هاشو رو پر میلیون رو جمع کنی اخر در حد در حد سواد و تجربه و تواناییتون حرف بزنید انقدر ببخشید بخش گوی گنده تر نخورین اینجای بازی عجیبی شد سهراب ام داره میگه که حالا من اگه رفتم راهیان نور و اینا که خیلی باحال پرداخت به داستان خیلی هم سری واکنششون داد ولی باحال پرداخت زاویه دیده جذاب حالا همه چی رو بخوایم بذاریم کنار یه نکته ریزی داره اشاره میکنه حالا اول از همه میره تو این زنه خب پس تو سپاهی اگه نرفته بودی سپاهی نجات بدی این داستان این داستان و این رو پیش میاره، ممکنه خیلی ها بپرسن و ولی به جز اون داره میگه آقا شما تمام فکتتون این بود که من اونجا سپاهی هم. وصلم الان شما اونجا این حالا خود هیچ کس که نه خانومش اونجاست و رفته بودید نجات بدید و این واقعا با عقل جور در نمیاد سوریش هیچ کس من به شدت خودم همیشه دوستش داشتم دیگه دیدین حالا نقدا بعضی موقع ها بوده و داستانای دیگه هم بوده ولی خب همیشه دوستش شیم مثل سهراب امجدی که حالا نقدام هم روش همیشه بوده داشتیم و اینا ولی دو تا آرتست دو تا هم یعنی که مهم بودن واسه رپ فارسی همیشه حالا یه زمانی یه سری حرکات عجیب غریب سهراب امجدی داشت که این داستان شد و الان سروش هیچ کسه که نزدیکان خودش هم که فدای اینها باشن یعنی ملتفت اومدن اونها رو گفتن که یعنی مهر تایید زدن به همه حرفایی که قبلا زده بودن امجدی و حسین و بقیه و البته اینجا جا داره یه تامز اپ بدیم به همه اون دوستانی که از اون صحبت‌های فدایی نیومدن سوء استفاده کردن دوباره هیچ کسو بزنن این ریسپکت جذاب بود که همه داشتن تو بازی به سوریش هیچ اما نکته اینجاست که شما راجع به تمام حرفایی که قبلا زدیم اومدی گفتی یا نمیدونستم یا اطلاع نداشتم فلان ما هم این کارا رو کردیم و بقیه هر کاری میکنن صد محکومشون میکنیم مثل ام جی و اینها و عکس خانم اونجا در میاد باید رفته بود نجات بده چیه این واقعا مگه میشه شما هی اونجا رفته اومد داری نجات میدی ولی اونا نمیگن واقعا وایسا نه اینو نجات بدی آقا تو یه کشور میری که مسلمون تو مسیحی همونجا بهت میگن آقا حق نداری اینجا شما بشارت بدی یا بعد شما میری اونجا تو این سازمان که نجات بدی و این هم شما تو توییتر نوشتی اونا هم شما رو دنبال میکنن اینا همه مشخص نمیان بهت میگن وایسا نبینم اینا رو نجات بدی یا یا بگن اوکی بیا دوباره نجات بده این چه جوریه این من اینو نمیفهمم اصلا نظر شما چیه واقعا این داستان نمیدونم اصلا چه اتفاقی داره میفته نمیدونم یه کوچولو حس میکنم که بعضی چیزها رو ما نمیدونیم و گفته هایی که داره میاد صاف رک و کامل نیست و شایدم راجب داستانه که خیلی صد سوریش هیچ میگه که این اینجوریه این اونجوریه این اون با توجه به اینکه قدیم ها خودش اعتراف کرد که حالا با بعضی از حزب‌ها بسته بود و پول گرفته بود که آهنگ بخونه و اینها شرایط کار اونا رو میدونه و رو حساب همین میگفته که پس ام الان اون داستانه این احتمالش میتونه باشه ولی نمیدونم خلاصه برداشت میتونه آزاد باشه این برداشت ذهن من بود که بعضی چیزا منطقی نبود به نظرم حالا امیدواریم که واقعا رپرامون بابا یه کوچولو از سیاست درسته بعضی چیزا سیاسی از اعتراضیتون رو بدین این کار رو بکنید ولی دیگه انقدر این چیزا دیگه سیاست مدار بازی و اینا واقعا هم رپر رپرها رو داره خراب میکنه هم پشت سرشون یه سری حرفا رو میاره که باز کمک میکنه به تخریبشون خیلی داره اذیت میکنه نمیدونم آهنگه آه رو اعتراضی بدین حرفاتون رو بزنین ولی ورود اینجوری انقدر به این داستان که به قول خودش کس هم که قدیما خوب نمیدونسته الان هم شاید بعضی چیزا رو ندونه بعضی روی کردهایی که انقدر به صورت صفر و صدیه در ادامه اشتباه باشه خلاصه این از اینها امیدوارم که لذت برده بوده باشید صحبت دیگه باقی نمیمونه لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی یادت نره تا ویدیو بعدی سیو